داستان‌های فارسی الماس و وزغ‌ها. روزی روزگاری ماهیگیری با همسرش زندگی می‌کرد. اونا یه دختر کوچیک به اسم لینا داشتن. ماهیگیر هر روز به کنار رودخونه می‌رفت و با دست پر پیش خانواده‌اش برمی‌گشت. تو یه روز خوب وقتی داشت تور ماهیگیریشو آماده می‌کرد، چشمش به بچه‌ای افتاد که روی یه برگ بزرگ تو رودخونه شناور بود. وای خدای من، این بچه چرا تو این رودخونه رو آب شناور شده آخه؟ بهتر به خودم ببرمش وگرنه غرق میشه. ماهیگیر به آرومی بچه رو برداشت و برد خونه پیش همسرش. عزیزم، این بچه روی برگ تو آب رودخونه شناور بود. من باید نجاتش میدادم و میآوردمش خونه. ما که خودمون یه دختر داریم، اصلا فکر کردی چطور میخواییم بزرگش کنی؟ اسم اون دختر کوچولو فیونا بود. ماهیگیر اونو مثل دختر خودش دوست داشت. سالها گذشت و لینا و فیونا بزرگ شدن و تبدیل شدن به دوتا دختر زیبا. در حالی که لینا به مادرش رفته بود، فیونا مهربان و دلسوز بود، درست مثل پدرش. یکم بعد ماهیگیر مریض شد و طولی نکشید که از دنیا رفت. فیونا خیلی غمگین شد. تو برامون بدشانسی آوردی، تو خیلی شوم هستی. طولی نکشید که نفرت مادر نسبت به فیونا هر روز بیشتر و بیشتر میشد. کم کم با فیونا مثل یه خدمتکار رفتار میکرد و از خونواده بیرونش کرد. مجبورش کرد غذاشو تنها توی آشپزخونه بخوره و مدام کار کنه. علاوه بر کاری روزمره، فیونا مجبور بود دوبار در روز به حوضی که دور از خونه بود بره و با یه سطل پر از آب به خونه برگرده. یه روز وقتی به سمت حوض رفت، همونجا نشست و زد زیر گریه. درست همون موقع یه زن فقیر اومد پیشش و گفت: اوه دوشیزه زیبا، میشه یکم از کوزت آب بخورم؟ آخه من خیلی تشنه هستم. بله، معلومه که میتونی. فیونا اشکاشو پاک کرد و برای زن فقیر آب ریخت. تمام مدت کوزه رو بالا نگه داشت تا اون بتونه راحت آب بخوره. وقتی زن تشنگیش برطرف شد گفت: تو اونقدر مهربون و مؤدب هستی که باید به هدیه بدم. هر وقت چیزی ناراحتت کنه و اشک تو در بیاره، اشک تبدیل میشه به الماس و مرواری دخترم. اون زن فقیر در واقع یه پری بود. همین که دستشو به هم زد، تبدیل شد به یه پری. فیونا زبونش بند اومده. همونطور که فیونا با ناباوری افتاد روی زمین، پری لبخند زد و ناپدید شد. فیونا به خونه رسید و مادرشو دید که حسابی عصبانی بود. چطور جرأت کردی اینقدر دیر برگردی خونه دختر جون؟ مگه نمیدونستی من و لینا تشنه هستیم؟ همین الان برو تو آشپزخونه. متاسفم مادر. همین که فیونا وارد آشپزخونه شد، سطل و پایین گذاشت و شروع کرد به گریه کردن. و درست همونطوری که پری قول داده بود، اشکاش تبدیل شدن به الماس‌های درخشان و مرواریدهای براق و سر خوردن و افتادن رو گونه‌هاش. مادر وارد آشپزخونه شد و دید از چشمای فیونا داره الماس و مروارید می‌ریزه. اینا دیگه چیان؟ داره الماس و مروارید می‌افته رو گونه‌ت؟ آخه چطور ممکنه؟ فیونا اتفاقی که کنار حوض افتاده بود و تعریف کرد و مادرش هم مات و مبهوت شده بود. لینا، باید تو هم فوراً بری به اون حوض. چه؟ دلت نمیخواد تو هم همین هدیه رو بگیری عزیزم؟ فقط کافیه بری و از اون حوض آب بیاری و اگه زن فقیر ازت آب خواست، مؤدبانه بهش فقط آب بدی و بعدش تو هم هر چقدر که بخوای میتونی الماس و مروارید داشته باشی دخترم. هرچی شما بگیم مامان. خیلی خوب، حالا دیگه برو. لینا بهترین کوزهی که تو خونه داشتن و ورداشت و رفت سمت حوض. همین که داشت از چشمه آب بر می داشت، یه زن زیبا و خوش لباسی رو دید که از جنگل بیرون اومد و رفت پیشش و ازش آب خواست. اوه دوشیزه یه زیبا، میشه یکم از کوزت آب بخورم؟ مگه من اومدم اینجا که به تو آب بدم؟ بگم اونم خودتون باید پارچه نقره داشته باشین اولیا حضرت، مگه نه؟ تو اصلا مؤدب نیستی. خب از اونجایی که خیلی بدجنس و نامهربونی، تو رو تلسمت میکنم تا هر وقت بخوای حرف بزنی قورقور کنی، دقیقا مثل یک قورباغه.
لینا رفت تا جلوشو بگیره اما غرغر کرد. لینا که فهمیده بود خیلی دیر شده شروع کرد به گریه کردن، اما فقط صدای قورباغه ازش بیرون می اومد. دخترم این چه صدایی از خودت در میاری؟ لینا سعی کرد حرف بزنه ولی فقط غرغر میکرد. اون تلسم شده، دخترم تلسم شده. اوه خدای من، همیگه اینا فقط به خاطر حضور توه. وقتی زمانش برسه تاوانش رو پس میدی. حالا برو بیرون و یکم برام هیزم بیار. لینای من گرسنه است. فیونا با ناراحتی از خونه بیرون دوید و مرواریدا و الماسا از چشماش روی زمین افتادن. صبح روز بعد وقتی فیونا تک و تنها کنار انبار بیدار شد، شروع کرد به آواز خوندن. امروز یه روز زیباست، روز خوشبختی ماست، غم و درد و بمیرن، روز شادی دل هاست. درست در همون موقع یه شاهزاده داشت رد میشد که اونو از دور دید، اما نمیتونست خوب چهرهشو ببینه. شاهزاده لبخند زد. اون شیفته یه صدای زیبای فیونا شده بود. فیونا به خونه برگشت و خبر نداشت که شاهزاده اونو دیده. شاهزاده دلش میخواست چهره اون دختر رو ببینه. واسه همین به نگهبانش دستور داد تا صبر کنن و بعد به خونه فیونا رفت تا اونو ببینه. سلام قربان، چی باعث شده بیان اینجا؟ دختری رو بیرون انبار دیدم که انقدر صدای زیبا و دلنشینی داشت که بهش علاقه مند شدم. میخواستم بدونم اون دختر کیه؟ خب، اون دختر منه. الان میرم میارمش. لینا، سری لباس خواهرتو به پوش برو بیرون. شاهزاده اومده تو رو ببینه. آه، چه صدای زیبایی داری. شما قلب منو شعله ور کردین. دلم میخواد با شما هرچه زودتر ازدواج کنم. اگه یه بار دیگه برام آواز بخونین واقعا خوشحالم میکنین. اینطوری میتونم صدای زیباتونو توی این صدف نگه دارم تا مادرم گوش کنه و با این ازدواج موافقت کنه. لینا که خیلی هیجان زده شده بود سعی کرد آواز بخونه ولی فقط غرغر کرد. این دیگه چه مسخره بازیه؟ داری به هم توهین میکنی؟ نگهبانا فوراً این دختر رو دستگیر کنید و اونو از اینجا ببرین. اوه شاهزاده، لطفاً خواهرمو ببخشین. اون تلسم شده و هر وقت بخواد حرف بزنه مثل قورباغه غرغر میکنه. من همونی بودم که کنار انبار آواز میخوند. شاهزاده با دیدن فیونا شیفتش شد، اما میخواست مطمئن بشه که فریبش نداده باشه. میشه لطفاً برام بخونی؟ ای شاهزاده مهربون، از خواهرم تو بگذر، جون و دلش تلسم شده، از گناهش تو بگذر. من همونم که اونجا داشتم آواز میخوندم، مهربونیتون کم نشه، از خواهرم تو بگذر. شاهزاده کاملا تحت تاثیر صدای اون قرار گرفته بود. صداتون مثل خودتون زیباست و نشون میده که حتما باید قلب زیباییم داشته باشین. من از شما میخوام تا پرنسس من بشین. ببخشید شاهزاده، نمیتونم. این آرزوی خواهرم بود که با یه شاهزاده ازدواج کنه. چی؟ من نمیتونم با یه قورباغه دروغگو ازدواج کنم. فیونا روی زانواش افتاد و به آسمون نگاه کرد. اوه پری سحرآمیز، لطفاً بیا و کمک کن و هدیه منو به خواهرم بده. من آمادم تا تلسمشو به جون بخرم تا آرزوی اون برآورده شه و با شاهزاده ازدواج بکنه. لینا که دید خواهرش داره براش دعا میکنه به سمت خواهر کوچیکش دوید و در حالی که گریه میکرد بغلش کرد. درست در همون موقع پری مقابل اونا ظاهر شد. دختر جون، میبینم که از کارت درس گرفتی. بنابر این تلسم تو باطل میکنم. از این به بعد هر وقت بخوای حرف بزنی قشنگترین صدای دنیا ازت در میاد. پری چوبشو تکون داد و لینا هم درست مثل خواهرش جادو شد. خیلی ممنونم پری، به خاطر این هدیه خیلی ممنونم. پری لبخندی زد، چوب سحرآمیزشو تکون داد و ناپدید شد. من میخوام باهات ازدواج کنم فیونا. من عاشق قلب مهربون و بخشنده تو شدم. و اما در مورد خواهرت، برادر کوچیکم خیلی خوشحال میشه که با اون ازدواج کنه و همیشه اونو خوشحال نگه میداره. فیونا از درخواست شاهزاده خیلی خوشحال شد. اونا تصمیم گرفتن خیلی زود با هم ازدواج کنن. جشن بزرگی برپا شد و هر دو خواهر ازدواج کردن. مردم سرتاسر جهان هم دعوت شده بودن، اگرچه مادرشون دعوت نشد.
یه سال گذشت و مردم سرزمینشون از به دنیا آمدن شاهزاده خانم کوچولو و زیبا خوشحال بودن. فیونا شاهزاده خانم کوچولو رو توی بغلش گرفته بود. همین که شاهزاده خانم کوچولو برای اولین بار گریه کرد، یه اشک کوچولو روی گونه‌اش افتاد و تبدیل شد به یه الماس درخشان. مهربونی یه بار دیگه برنده شد.